مبحث لایه‌ها در نرم افزار ایلوستریتور. سلام، من حمید سهرابی ام. خیلی خوشحالم از اینکه پای این ویدیو نشستی. امیدوارم که هر جا هستی شاد و سلامت و پر انرژی باشی. لایه‌های نرم افزار ایلوستریتور یا لایر، در واقع مثل فتوشاپ ایلوستریتور هم لایر بیس، ولی لایه‌هاش متفاوته با فتوشاپ. توی فتوشاپ ما داشتیم هر سوژه‌ای که رسم می‌کردی، طراحی می‌کردی، یه لایه داشت، ولی ایلوستریتور این گونه نیست و اون میشه زیر لایه. اگر هنوز کانالمو سابسکرایب نکردی، سابسکرایب کن و وارد نرم افزار ایلوستریتور بشیم تا متوجه داستان بشیم. از بخش لایرز، اگه این بخش رو نداشتی از منوی ویندو لایرز رو فراخونی کن. حالا اگر داشتی که این گوشه است و لایر رو بیار بکش بنده اینجا، میبینی که تک لایه است، ولی لایهش شکل و ظاهرش با فتوشاپ فرق داره. فتوشاپ اصلا این در واقع دایره رو نداره، این فلش رو نداره، این چشم رو داره، این لیبل رو نداره و به هر حال متفاوت. من کیو میزنم یا یو میزنم، مثلا یه شیپ بکشم، ام میزنم، ببخشید من با یو فتوشاپ قطعی کم، ام بزنی رکتنگل تو فعال میشه. میگیرم میکشم یه مربع، رنگشو قرمز میذارم، استروکشم ور میدارم. قبل از اینکه بپردازیم به لایه، یه چی بهت بگم. ببین، مثلا استروک نانه و فیل رنگ صورتی. اگه بخوام جای فیل و استروک رو عوض کنم، یعنی فیل استروک بشه صورتی و فیل خالی بشه، چی رو باید بزنم؟ شیفت و ایکس. میبینی که نگاه جابجا میکنه، اینو انتخاب میکنی، شیفت ایکس جابجا میکنه. و حالا تو لایه میبینم که من اول اینو نداشتم، یه لایه سفیده، ولی وقتی آوردمش صورتی شد. اشکال نداره، دوباره ام میزنم. این بار میخوام یه شیپ زرد بکشم، ببینم اضافه میشه. فهمیدی چی شد داستانو؟ ببین، یه دونه زرد اینجا تامنیل این لایه هاست، یه دونه صورتی، یه دونه هم خود آرت بورد. میبینی دوباره یه شیپ دیگه ام، این بار یه رنگ دیگه، مثلا چه میدونم سبز. این البته چون لایه قبلی انتخاب بود این رنگ شد. یه کلیک کن روی آرت بورد و بعد ام بزن و بعد بکش. خب بذار ببینیم. چه جالب، تمومی این لایه انگار با هم چسبیدن. نه چسبیدن، اینها زیر لایه این لایه اصلی. نگاه کن، وقتی این فلش رو بزنی میبینم که آها، این لایه سبز منه، این لایه زرد منه، این لایه صورتی منه. ولی این برعکس فتوشاپه. توی فتوشاپ حتما باید لایه ها رو انتخاب میکردیم و بعد جابجا میکردیم، ولی توی ایلوستریتور نه. من الان لایه صورتی رو انتخاب میکنم، ولی لایه سبز رو تغییر میدم و همچنان لایه صورتی انتخابه. از اینجا اکتیو میشه، میتونی با این در واقع کلیک روی این بخش اکتیو کنی. اینجوری اینجوری ممکنه. نگاه کن، الان اکتیو لایه زرد. اگه لایه صورتی رو تغییر بدم، اکتیو لایه صورتی میشه. اگه لایه سبز رو تغییر بدم، اکتیو لایه سبز میشه. خب چیکار کنم؟ اینها میخوام همشون بشن یه لایه، اینها همه زیر لایه. خب خیلی ساده، شاید فکر کنی باید اینو بگیری بکشی بندازی بالا، ولی نمیشه. میبینی نمیشه. چیکار کنیم بشه؟ یک کلیک روی این لیر وان، از بخش منوی همبرگری به اصطلاح یک کلیک و از بخش ریلیز تو لیر سیکونس رو بزنی. آها، هر کدوم از اینا شدن یه لایه، مونتا حالا با انتخاب کنی بکشی بندازی بالا. حالا اینا شدن یه لایه که هر کدومشون میتونن زیر لایه های متعددی داشته باشن، ولی خب زیر لایه هاشون هم خودشونن. میبینی که هم رنگن و این دیگه بکگراند به دردمون اصلا نمیخوره. یه لایه سفید نباشه، مثل فتوشاپ اینجوری نیست که ترنسپرنت باشه. توی فتوشاپ اگر لایه بکگراند نصب میکردیم ترنسپرنت میشد، ولی ایلوستریتور کلا ترنسپرنت هست، اصلا کاری نداره که آرت بورد داریم، سند داریم. چرا؟ اگر من ام بزنم یه مربع اینجوری بکشم به رنگ سفید، این چرا؟ این درسته. و کلیک راست کنم روش، ارنج سند تو بک رو بزنم، اجازه بده ارنج سند بکوارد رو بزنم بره پایین پایین. نمیشه بره پایین چون من بندازم اینجا. ببین، اولا رفته تو زیر لایه یکی از اینا که مهم نیست، ولی کلا میگم تا وقتی که تو یه شیپ اندازه بک‌گراند رسم نکنی هیچ اشکالی نداره، میتونی راحت پی ان جی ذخیره کنی. تو جلسه آخر که جلسه پنجم است، در واقع نوع ذخیره سازی پی ان جی هم بهت میگم و انواع ذخیره سازی رو بهت میگم.
اینجا کار کن، فعلا لایه های مختلف بساز، اینها رو ببر توی لایه های همدیگه و از این حرف. ولی اگر من میخوام دوباره اینها رو ببرم توی لایه های هم، یعنی بشن یک لایه، چیکار میکنم؟ کل اینا انتخاب، کنترل جی، کنترل جی زدم، همشون میرن توی یک لایه و گروپ میشن. در زیر این گروپ یه سری لایه ها هست. اگر بخوام اینو دوباره ریلیز کنم و بکشم بیرون، باید چی کار کنم؟ اول از همه باید آن گروپ کنم. نگاه، من یک کلیک میکنم، همه اینا با هم انتخابند. وقتی که کلیک کردم، کنترل شیفت جی، کنترل جی گروپه، کنترل شیفت جی منفی سازه، یعنی آن گروپ. و حالا درست شد، دیدی که گروپ پرید و حالا میتونم اینو ریلیز کنم و بعد این ستا رو بکشم بندازم بیرون. پس متوجه شدی؟ ببین الان ما ستا بک‌گراند داریم که بود و نبودش فرقی نداره. پس متوجه شدی واسه اینکه اینا رو بکنیم توی لایه کلش رو انتخاب میکنیم، کنترل جی میزنیم یا اصطلاحاً گروپ میکنیم اگر خواستیم دوباره آن گروپ کنیم، اول کنترل شیفت جی میزنیم، بعدن ریلیز تو چیز سیکونس رو میزنیم. چی بود؟ ریلیز لایر تو سیکونس. بله رفقا، خیلی ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو نشستی. اگر سوالی داشتی از بخش کامنت ها مطرح کن. و اینکه من حمید سهرابی ام، امیدوارم که هر جا هستی شاد و سلامت باشی، و اگر هنوز کانالمو سابسکرایب نکردی همین الان این کارو بکن و زنگوله کنارشم بزن و تا اتفاقات بعدی و ویدیوهای جذاب دیگه ارادت.